در دوران جوانی خب من اینا قبلا گفتم زمانی که اخبار مربوط به تیراندازی رو یا مثلا رشته تیراندازی بنده به گوشم مثلا صحنه میدیدم پیش خودم میگفتم که من هر کاری بر کاری بشم به اصطلاح تیرانداز نخواهم شد چون بخاطر خاطر اون افتادگی دریچه قلبی که عرض کردم یا میترال پرولاپس میترال که قطعا باعث میشه یک مقدار تپش قلب و به دنبال اون لرزش دست به فرد دست بده خب اونم رشته تپانچه که فقط تکیگاه یک دست هست باز تپانچه باز دو دست هست و تپانچه یک دست کار سخت میشه و تو ذهنم به صورت مثلا یک تصور خیلی سریع رد میشه که میگم همه کاری بشم تیرانداز نه زمانی که من سال 89 تو هم سالونی که در کنار بیمارستان طبقه پایین بیمارستان راندزی کرده بودن در کنار سالن های تنیس و دارت و اینا یه سالون خیلی کوچولی هم داشتیم تیراندازی استفاده کرده می کردیم اولین باری که مراجعه کردم اونجا اون اون داستانی که شاید چند جا هم گفته باشم اولین باری بود که بنده تپانچه بادی رو میدیدم من در دو دوره به تیم ملی دعوت شدم یکی اوایل اوایل 96 بود اگه اشتباه نکنم و دومیش در مرداد ماه سال 96 که سری دوم تونستم کاراش انجام بدم و خدمت خی... بگم چون بحث شغل بنده هم بود باید همان لازم انجام میشد کسب سمیه سال 98 بود دیگه تقریبا دو سال و سه ماه بعدش چون در سه یا چهار ماه در پاییز 98 بنده کسب سمیه کردیم در قطر که آبان ماه بود بار و تعهد و انتظاری که خود شخص از خودش داره تیرانداز از خودش داره و هم اطرافیان فشار دو تا مدال طلا خیلی سنگین است در سطح جهانی که بعدش هم بخواد منجر بشه المپیک این بارها روی ما بود هم از طرف فدراسیون هم از طرف نه که قطعا بخوام رو سنگین بکنن نه ولی خب حس میشد و تا حدی منطقی بود مردم دوستان آشنایان خانواده حتی Uh, ولی خب بعضی میتونستن کنترل بکنن و در نحوه بروز این uh, انتظار یا توقعی که از بنده داشتن uh, خدمت شما میگم حتی آیه نصرم من شنیدم بعد میگفت گفت من اصلا انتظار نداشتم دیگه بعد از دو تا مدال طلا دیگه حس میکنم دیگه نوبت پایین اومدنه چون بالاخره فراز و فرود هستی که تو این رشته و ایشون میگه من بعید میدونستم در اولمپیک شاید بعدا میتونه تکرار بکنه در المپیک حس میکنم دیگه نوبت پایین اومدن فروغیه خب این که قطعا کسی بخواد بشینه بگه فروغی حتما طلا آور خواهد بود نه ولا غیر مثلا همه تا بعضی میگفتن خواب دیدیم ما شما میگم خیلی امیدوار بودم بعضی میگفتن خب قطعا شما دو تا مدال گرفتید قدرت اصلی شما و یه جوری خب ببینید حالا تو پشتبانی ما دو تا طلا بود یه جوری ایران موقع وارد ختمی شد و همه یه جوری خودشون جمع جور میکردن برخلاف اون دو سال پیش که ارزو ما آرزو داشتیم ما رو بپذیرن در جمع مثلا 20 نفر برتر دنیا خیلی است. رنکینگ من خاطرم است قبل از مسابقات هند صد و, صد و اینجوری بودم در دنیا آرزو هم این بود که مثلا بیام فرض کنید بعد از یکی دو سال بیام مثلا زیر بیست و این خروجیش واقعا هم در کل به نفع قاره آسیا بود چون مدال طلا مدال طلا آسیا حساب میشه هم به نفع کشور بود که کشور رو از 15 رسون به 6 این خیلی مهم بود و همه جوری واقعا به نفع تیراندازی و تپانچه تا تموم شد از سال 92 تا 94 به عنوان شغل پرستاری هست به عنوان امدادگر و اول امدادگری بودم که به عنوان کارشناس پرستاری و چون یک دو نفر به عنوان پزشک رفته بودن اول نفری که بانو پرستار امداد گرفت بود توفیق پیدا که برم به سوریه بره بنده بودم و شنبای اونجا خب در هم شاکلی کاری که داشتیم اونجا هم تونستیم خدمت بکنیم هم به عزیزان خودمون هم به خیلی پایگاهی که ما میزدیم پست امداد و خدمت شما بعد تعریف بهداری و یا اون کمک رسانیه که داشتیم خدا را شکر تونستیم به برای مردم منطقه مفید بشیم کسانی که به نوعی جنگ زده بودن آواره شده بودن و توی روستاها ها توی بیغوله ها توی چادرها توی مدارس پخش و پلا شده بودن موقعی که میدیدم مثلا ایرانی ها نزدیکشون هستن یا بهداری هست یا میتونه امکانات اینجوری بگیرن ما داشتن که خدا شکر تونستیم ما اینجا مصمر سمر باشیم ولی چون بحث سوریه بود و اینکه حس میکنن از این آب گلالود میتونستن گلالودی که نبود گلالودش بکنند و بتونم ماهی بگیرن شروع کردن به اه... که البته خب مشخص بود از کجا داره قضیه آب میخوره اه... اه... که کار به اونجا رسید بود که کمیته بین المللی اونم بی خیال نشدن کمیته بین المللی المپیک اه... آی او سی... تماس گرفت چون جو مثل بحثا شنیده بودن پیگیری شدن با آی سالی امیری ای دکتر سالی امیری و آقای سجادی ظاهرا حتی تلفنی صحبت کردم که قضیه چی است ایشون فلانجا بعد گفتم بله ایشون پرستار است وظیفش مشخصه لباسش مشخصه خدمت میگم در فلانجا مگه بوده در شاکه در چارچوب همین چارچوب بود وظیفش بوده و لا غیر بعد در کنار شروع کردم باز بالا رسانه ها و عرض کردم کسانی که حالا منشأشون مشخص هست یه سری تصاویر رو بند خودی رو بالا پشتم نشون داده بودن با کلاش گفت تکتیر است اول کسی که تک بخواد بکنه با کلاش نمیره بالا ساخت نمیشه و یک شواهد گنگ مبهمی هم ظاهرا با من داشت حالا معلوم نبش نشد بند خود کیس ایران هست نیست جاش معلوم نبود ما ببینید زمانی که ما تازه رفتیم سوریه هنوز برای ما لباس نیورده بودن اصلا ما با یه وضعی رفتیم که حالا توضیح بدم براتون چه مشکلاتی داشتیم ما برای خوابیدن خدمت شما میگم. غذا درست کردن دورورمون بهتری زده بودیم مثلا ولی در پنجره در پنجر ما از پلاستیک بود جای رفته مثلا گرفته بودیم خیلی امکانات جنگ شهری توی منطقه روستا یا شهر خیلی در شما در بگیر اه... که در پنجرم نداره خب شیشه هم قطعا خوب اونجا نبود چون شهر جنگ زده شد جنگ زده شده بود خیلی ساختمون نیمه مخرب و در تنها چیزی که ما داشتیم با پلاستیک بودیم مثلا پنجرهای درهای ورودی با ما باید پوشوندیم مشکلات پشه میزدیم گرم میشد داخل نیمی زدیم پشه و حمله پشه و حشرات رو داشتیم و به مرور امکانات برای ما اومد و دو اینکه جنگ چون جنگ شهری بود یه جوری جنگ شهری بود و دوست و دشمن بعض جا مثلا در بعضی درگیرها میتونن یه جوری با هم قاطی بشن دیگه شناسایی نکنن بعضی مواقع اوایل مخصوصا به ما لباس نظامی هم داده بودن لباسی گفتن تنتون باشه که حداقل موقع جنگ یه تو آمبولانس تو هم که رحم نمی‌کنه امبولانس هم, هم که اول آمبولانس نبود یک ماشین این جی ام سی جی چی جی آمریکایی بود این مشکیا که توی اونو ما تجهیز کردیم برانکار گذاشتیم یه سری دستکاری کردیم که بتونیم توش مجروح بتونیم جابجا بکنیم و چون آمبولانس هم نبود ویژگی امبولانس هم نداشت حتی اگر آمبولانس هم بود باز بهش حمله میشد چون خیلی موقعیت نبود به که چون آمبولانس از این خط رد میشه مثلا ما کاری باش نداشته باشیم آمبولانس که شکل ظاهریش نبود روی اینسا ما به خاطر اینکه در بعضی درگیری قرباتی نشیم با به اشتباه گرفته نشیم با نیروهای دشمن لباس این لباس به اصطلاح دیجیتال هم تنمان بود تنمان بود ولی بعد از دوره های دوم سال سوم دیگه به مرور لباس تفکیک شد لباسهای لباسه این لباسای آسین کوتا که هست یقش هفته به و چیزی که الان تو اورژانس میپوشن به رنگ سرمه خب دیگه دم دست بود و امکانات ما خیلی بهتر شد ما تونستیم از اون حالت ابتدایی خارج بشیم با او امکانات اولیه واقعا در ابتدا خیلی وضع خراب بود یعنی ما دو سه نفری که تو بهداری بودیم واقعا امنیتم هم نداشتیم خودمون استان من ایلام بابت مدار طلایی که بنده حالا به اسم استانم تموم شد دیگه کلا یک ماشین سمند به بنده دادن از این سند رهنی میگن، گروهی میگن، چی میگن با نزدیک هزینه ۱۷۸ تومن و تمام کل استان گشت اشتماع نکنم میمونم در حد یک یا ارگان دیگه شاید بگم ارگان که خدمت شاید یک سی یا دو تا که دست ما بگم استان ایلام تمام شده بر. وزارت ورزش تموم شده رفت و چیز خاصی دیگه از شهرستان ها نمیدونم ب... سپاه نه سپاه اگه شما نکنم روی هم رفته سپاه سه یا چهار سکه به من داده بعضی گفته بودن نمیدونم ب... چقدر 17 17 میلیارد اینو 17 میلیارد تومن بهش دادن و یک نزید. یک آپارتمان توی یه, یه آپارتمان توی پاستران حالا نه که حالا هم نام هست خیام پاسدار ما پاسدار فکر کردم مثلا اینجا مال پاستر است و برای خودم جالب گفتن ان شاءالله که بدم ها که نه از زمینی زمینی که استان ایلام قرار بود به ما بده هنوز کنوز به ما گفت و گفتن ظاهرا زمینه رفته رو هوا حالا چه جوری رفته <تصفح> <تصفح> به نظر من من با قدرت میگم تیراندازی ورزشه کم 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 باید ورزش دوم کشور باشه با قاطعیت به ورزش اول کشور از دفاع میکنه و جا داره که اینقدر کار بکنن که به ورزش اول کشور تبدیل بشه اگر نه ورزش دوم هم از نظر تعداد مدال آوری هم از نظر اینکه رشته فرادیس و میتونه بیشتر روش مانور بدن چون ما در رشته تیم شاید مثلا حالا در بعض جا مطرح میشه که کمتر ایران خودشون داده ولی خب همه جوری من حساب کردم حتی ضمن احترام به همه رشته ها من صدا گفتم شده اونجا که داشتیم گفتن نمیگن کار بشه ولی فرض محال است میگم اگر اگر و اگر تمام رشته رو تعطیل کنه فقط روی تیراندازی هزینه کنه باز میارسه من جایی رفتم گفتن که آیا فروش شما هزار تا سکه رو تا الان گرفتی گفتم چطور حساب کردی هزار تا سکه گفت فلانی در یک شب که من یک مراسم بودیم شرکت کردیم هز... گفت الان شد هز... در مجموع بر خودش برآورد میکنه گفت هزار تا گرفتی گفت در یک شب که خود مراسم بودم با اون یکی قهرمانی که با سلا المپیک بودن گفت در یک شب یک و هشتصد میلیارد تومن جمع کردن تو چند تا جشنی که گرفتن بهشون دادن با یک پیجو پارس اومال یک شبش بود فقط سوای حده که قبل داشت و گفتن که حالا در دو سال شان حالا شنیده داره که نمیشه گفت انتظار هزار تا رو از داشت جوری که برآورد کرده برو این سه هزار انتظار داشت که ما مثلا اینقدر گرفته باشیم گفتن نه با این خبران نیست و بیشتر حرفش خیلی هم تو شهرستان خودمون هم تو استان هم متاسفانه اداره کل ورزش استان واقعا کمکاری کاری کرد تو این زمینه هم صدا استان به معنی واقعی کمکاری کاری کرد صدا سیما استان به طور مثال خیلی من شما بگم عید گذشته یک تماس با من نداشت که آیا فروغ آیا قهرمان المپیک استان گوشی و دستت بگیر سال تحویلی مثلا یک به مردم استان بگو عید تو مبارک یه تماس اینجوری حتی با من نداشت هنوز که از پشت برنامه ورزشی تعوض نکرده یه فروغی مثلا اونجا هنوز جایی نداره اصلا انگار این مدال طلایی که ما بریم بستان دادیم انگار یه تیکه جواهر رو ما تقدیم کردیم به ضمن احترام مردم استان از بحث مسئولیت رو ندارم میگم که واقعا رسیدی نکردن که قدرش ندونستن انگار دادیم به بچه چند ساله اصلا مسئولین باید به جنگ... ارزش اصلا اینگار... اینگار روزانه از این طلا اونجا میباره اصلا به نظر من جز لطف خدا نبود که کسی بخواد سی سالگی تازه شروع بکنه آره چلیک سالی مدال برسه اونم با این همه ویژگی اولین ها اولین مدال اولین روز و بالاترین سن و اولین سه تا مدال طلا پشت سر هم شده بگم در طول تاریخ تیراندازی نمیگم نیست نه یا نبوده ولی خب برای کمتر تا کس شاید اتفاق افتاده باشه